حالا من یه نگاه کنم که حالا تو یوتیوب یه سری سوالات هستش، حالا بهتر اگه سوالی دارید، اگه یا توی چنل سوالی پرسیدن، سوالا رو میتونید مثلا شیر کنید که بتونه ببینید یا خود بپرسید. که چنل ایونت رو میبینید؟ بذارید منشنتون کنم. بذار من صدام بس بچه ها تو یوتیوب باز کنم. سب کن. به این منشنتون که هم میتونید الان سوالی که بچه ها پرسیدن رو ببینید توی دیسکورد. خب بچه ها همچنان اگه سوالی دارید میتونید توی یوتیوب کامنت بذارید، من از بچه ها این ور میذارم ببینم، و بخواید هم میتونید بیاید توی دیسکورد به من بگید، صداتون رو باز کنم تا خودتون رو در رو از بچه ها بپرسید. آره این باز بهتره. دیدید سوالا رو تو چنل ایونت؟ آرش نه میخواد، اگر میخوای از ستوبو رو ببین بخون از بچه ها بپرس، یا اینکه خودشون ستا ببینن هر کدوم دوست داشتن جواب بده. من فکر کنم شاید بیاد اگه سوال راجع به کشور خاصی یا به یک کدوم از خاص یکی از ماها نبوده، یه دونه بریم جلو، مثلا هم یکیشو من برم میدارم، یکیشو اوکی با من بریم شو سوید برم دارم اینجا بکنم. آره خب خود آرش میخوای خودت شروع کنه، از بالا میخوای بخون ببین عویش. خب اولی لطفا از ما بپرسید مهاجرت به عنوان برنامه‌نویس رو برای پسنداز و برگشت پس از 5 سال ندامه با توجه به هزینه‌های اولیه مهاجرت توصیه میکنن یا نه؟ آره نظرتون درباره چی؟ آها دوره این برای سید فکر کنم. آره. اسپیلدونگ در آلمان. آره این سوال برای ماه، این سوال برای کساییه که نوشته نظرتون راجبه، من دارم هم سعی میکنم سوالو بیارم، نوشته که نظرتون در رابطه با دوره آسپیلدونگ چیه؟ دوره آسپیلدونگ در واقع همون دوره فنی حرفه‌ای ایرانیه، تقریبا معادل همون میشه که البته طولانی تره و خب تقریبا هم میشه گفت بیشتر اوقات دولت هزینه‌شو میده، یعنی شما تقریبا هیچی نمیپردازید. اما با این تفاوتی برای کساییه که اینجا حضور دارن یا اومدن کارشون از دست دادن و دنبال کار میگردن، میخوان توی حرفه‌ای، مثال دوری بزنم که درک کنیم، مثلا میخوان تو خیاطی وارد کار بشن، این دوره آسپیلدینگ و دولت بهشون اختصاص میده، دوره خیاطی میبینن و یه سری آموزش میبینن. من فکر نمیکنم به درد برنامه نویسا بخوره، چون به هر حال شما یه دانش اولیه دارید و با اون دانش اصلا وارد این کشور میشید و با اون دانش هم فکر میکنم بتونید بازم شغل پیدا کنید. مرسی سید. فکر کنم این سوال دوم رو کیوان میخواید، کیوان تا جواب بده. گفته که میخواید مهمان بپرسید مهاجرت به عنوان برنامه‌نویس رو برای پسنداز و برگشت بعد از 5 سال نه دائمی با توجه به هزینه اولیه مهاجرت و غیره توصیه میکنید یا نه؟ تقریبا میشه گفت حالا برای هر کشوری فکر کنم تا یه حدی بسته به سبک زندگی داره. الان که ما داریم اینجا زندگی میکنیم تقریبا بعد 1.5 سال من میتونم بگم که شاید هزینه ها سر به سر شده، یعنی اون هزینه اولیه که آوردیم جبران شده، و خب با توجه به اینکه خب ما پسنداز نمی کنیم، هدف اون پسنداز نیست، اینه که میشه گفت باز خورد خوبی داشته. در کل واسه پسنداز بد نیست، هزینه های مهاجرت حداقل توی ژاپن خیلی بالا نیست، شما یه هزینه اولیه برای محل سکونتتون میخواین در حد 2 ماه خرج زندگیتون رو داشته باشید کافی هستش، و برگشتش هم با توجه به اینکه حالا هزینه زندگیتون لحاظ شده و یه هزینه هم اضافه بر هزینه نیازهای اولیه لحاظ شده، اینه که پسنداز همیشه قابل توجیه هست. نکته فقط برابری ارزه که میشه گفت ین ژاپن قدرت خوبی داره، خب پای دلار داره پیش میره، اینه که از نظر قدرت هم باز به نظر من کشور بدی نیست برای پسنداز ژاپن. مرسی.
یه سوال بعدی میخوای آرش تو جواب بده، روند گرفتن جاب آفر رو گفته خلاصه بگید، حالا اگه تو بگی فکر کنم بهتر باشه. من برای اینکه بتونیم سوالهای بیشتر رو جواب بدیم این سوال رو ارجاع میدم به اون بلاگی که یک بار بچه های لاکت بیداد شده زحمت کشیدن چاپ کردم، من مفصل توضیح دادم اون تو که اصلا چه جوری اومدم اسپاتیفای، که ویرگول فکر کنم گذاشتیمش، یا آره اونو بخونید همه چی توش هست، همون اگه بخونم فکر کنم کامل باشه. سن رو که فکر کنم پرسیدیم، بذار اینجا کمک کنم به بچه های سب کن، واسه کسایی که دوست دارم ببیننش میتونم تو گوگل سرچ کنم گفتار آرش خانگلی از اسپاتیفای فکر کنم، سرچ کنم لینک مقاله تو یوتیوب رو میتونم پیدا کنم و بخوننش. خیلی خوبه، هم در مورد جوابش آرش روزی داده، هم در مورد موارد فنی، هم در مورد سوالات مصاحبه از سر تا تهش و هرچی که میتونست گفت. کیوان یه چیزی گفتی تو؟ بهتر نیست که سوالات رو همه مهمان حالا جواب بدن، چون شاید بچه ها دوست داشته باشن مقایسه داشته باشن بین سه تا کشور مختلف، برای همین سوال رو میپرسن. آره خب حالا اگه میخوای تو توضیح بدی راجع به جاب آفر، اگه خلاصه بگی که خب چه بهتر، چون که بلاگی از تو ندیدیم و حالا جایی ننوشتی که اونجا چه مدلیه. حالا سوال بالا رو برای مهاجرت و پسنداز بد نیست حالا آرش و سید هم یه توضیح خلاصه بدن، منم سعی میکنم خلاصه جواب ها رو نگه دارم. آره فکر خوبی، ایده خوبی زدی که. و سوئد به شکل من اگه کسی بخواد از ایران بره برای اینکه پول در بیاره و برگردونه ایران، من این کارو اگه بخوام به کسی بگم کجا باید بکنه، باید بری کشوری که بیشترین پولی که میتونی در بیاری رو در بیاری، یعنی حداقل مالیاتو بدی، حتی اکثر درآمدو داشته باشی. حالا مثلا آمریکا که الان خیلی رفتن سخت برای ایرانی، شاید مثلا سوئیس این حالت داشته باشه که مالیات پایین درآمد بالا. مثلا سوئد یا کشورهای نوردیک خیلی خوب نیستن برای این کار، چون شما همینطوری دارید بخش زیادی از درآمدت رو داری میدی به دولت برای خدماتی که اصلا نمیخوای ازش استفاده کنی، مثلا بچه نداری و خب تحصیل رایگان برات معنی نداره، یا مثلا جوونی اصلا مریض نمیشی، خدمات درمانی رایگان برات معنی نداره، چون شما اصلا تو اون 5 سال ممکن اصلا مریضی جدی نداشته باشی که بخوای از اون خدمات استفاده بکنی، ولی پولش داره میری میره. یه مشکلی که فقط میتونه داشته باشه مثلا این روند مهاجرت این شکلی، یعنی که شما چجوری میخوای پول رو برگردونی ایران، چون ایران تحت تحریم های خیلی خیلی شدیدیه. اصلا پول حالا من تو کشورهای مختلف ممکنه فرق بکنه، ولی اصلا تو سوئد مثلا پول نقد اصلا دیگه وجود نداره. شما اگه بری بانک بگی من مثلا میخوام 5000 دلار پول بگیرم بکشم ببرم بیرون، اصلا زنگ میزنن پلیس و اف بی آی یا همه چی میکشونن واسه که شما پول میخوای چیکار بکنی، یعنی اصلا خوراک پولشوییه، قشنگ مورد پولشویی کسی پول نقد زیاد برمی داره، خیلی مشکوکه. اینه که اصلا باید حواستون به اینا باشه که جایی که دارید میرید اصلا میتونید پولش رو برگردونید بعد بیارید ایران، نرید اونجا کار بکنید بعد دیگه پول رو هوا و همه چی رو هوا شما برگردید ایران. من خیلی جواب دادم به این سوال سخته، فقط بیشتر برام جالب بود. مرسی آرش. سید جان تو هم نظری داری؟ آره این خیلی جالب بود که میگفت پول نقد نداریم، چون آلمان هنوز معروفه به Cash is the king، یعنی هنوز شما مغازه میرید که دستگاه کارتخوان ندارن و خیلی زیاده، و این نیست که مثلا اصلا این که شما با کارت پرداخت کنید غیر عادیه و همه ازتون انتظار دارن که پول نقد داشته باشید. این چیزیه که خیلی ها تو ذوقشون میخوره حتی وقتی تو آلمان میان. راجب چی بود سوال اصلی؟ آها اینکه بخواید پس انداز کنید. خب این حرفی که آرش داد خیلی حرف درسته دیگه، بعد یه جایی برید که هزینه‌تون کمتر باشه، حتی اگه بتونید شهرهایی برید که اونجا جمعیتی کمتریه که بتونید خونه ارزون بگیرید، چون خونه اینجا خیلی، من فکر کنم یک سوم درآمدم بابت خونه اجاره خونه دارم میدم اینجا، که خب خیلی تاثیرگذاره. اما آلمان باز من چیزی که از دوستان شنیدم، من فکر می‌کنم از نظر خورد و خوراک جز ارزان‌ترین کشورها باشه، با مقایسه‌ای که با سوئیس، با کشور انگلستان کردم، حتی سوئد همه یه بررسی کوچیکی کردم، من فکر می‌کنم خیلی جای ارزونیه و مواد خوراکی خیلی ارزونه. خب می‌تونید از این طریق سیف کنید توش، اما همچنان مجبورید مالیات بالا بدید، رفت آمدتون نسبتاً بالاست و هزینه بیمه درمانی هم که مجبورید پرداخت کنید. همین فکر میکنم دیگه.
چیزی جا موند؟ نه خوب بود، فکر کنم کامل بود اینا. یه سوالی هم که حالا هستش، روند گرفتن جاب آفری که آرش فکر کنم اون مسابقه که با بهداد داشته و خودت هم تو بلاگا داشتی سید، ولی اگه کیوان توضیح راجع به این داری میشنویم، یعنی راجع به ژاپن، چون که بلاگی ازت ندیدیم، اگه توضیح بدی که خوشحال. خیلی خلاصه بگم، من از طریق لینکدین توی ژاپن خیلی روال استخدام ها بیشتر طریق استافینگ ایجنسی هستش. من طریق لینکدین یکی از این شرکت ها با هم تماس گرفت که حالا یکی از تامین کننده های نیرو اصلی راکوتن هستش، تماس گرفت که همچین پوزیشنی هست. من کلن برای یک پوزیشن معرفی شدم و فقط با یک نفر، اونم حالا بعدن در اومد که در واقع سینیور آرکیتکچر کل دیپارتمانمون هست، با اون مصاحبه کردم و حالا مدیری که الان زیرش مشغول به کار هستم و تقریبا یک ساعت مصاحبه طول کشید و با همون یک مصاحبه استخدام شدم. همین. بسیار مرسی. فکر کنم این سوال سنو جواب دادیم، صحبت کردیم راجع بهش. حالا میزان سختی کار و فشار کاری چطوره؟ آرش اگه تو نظری داری، یعنی که نه همون تو مسابقه با بهداد داشتی جواب همون لینک اونو بهشون بدیم. خیلی خلاصه اینه که اینجا کار نه فقط برای برنامه‌نویسه، برای هیچ کی سخت نیست، چون کشوری که از چیزایی که خیلی توش مهمه ورک لایف بالانسه و شما باید زندگی خوبی داشته باشی، یعنی ساعت کاری ها بسیار سفت و سخت، اما 8 ساعته، هیچ کی حق نداره از شما بیشتر کار بخواد و خیلی باید به شما احترام گذاشته بشه سر کار. فکر کنم اکثر کشورهای غربی به کم و بیش هم چیزی در آمریکا اینو نداره به شکل خاص، خیلی کار توش مهمه، ولی اروپایی اکثرا اینجوری، ژاپن اطلاعی ندارم، دوست دارم بشنوم. کیوان تو چی نظری داری؟ من بچه‌ها رو نترسونم، شروع نکنم بگم افتضاحه، لازم بگم که تقریبا میشه گفت ورک لایف بالانس یه دونه مزیت خیلی رقابتی محسوب میشه، به طور اینکه شرکتی که بتونه اینو ارائه بده یه شرکت خیلی خوب محسوب میشه. توی شرکت ما به طرز خاص یکم اوضاع بهتره، یعنی هیچ وجه رقابتی نداره راکتن به جز همین ورک لایف بالانسی که داره و واسه همین حالا پوینت خوبی شاید محسوب شه. خیلی توی ژاپن حساس این قضیه، طوری که الان توی قراردادهایی که ما می‌نویسیم و قراردادی که من خودم دارم تا 40 ساعت اضافه کاری جزو قرارداد محسوب شده. توی یه سری از تیم‌ها مثل راکتن ایچیبای که الان محصول اصلی راکتن هستش، در واقع اضافه کاری بخشی از روند کاریه، طوری که تا 2 ساعت در روز اضافه وایسادن و کار کردن خیلی مرسوم هستش و کلن هم اون چیز خاصی، اون تابو خاص که مزاحم کسی نشیم بعد ساعت کاری وجود نداره به اون صورت. یعنی ما بچه بودن که آخر هفته کار کردن تا 2 نصف شب کار میکنن و حالا اگه شرط سختی باشه انتظارم میره که خودتون داوطلب بشید که اضافه کاری انجام بدید. تقریبا تنها محدودیتی که داره 80 ساعت در ماه، یعنی بالای 80 ساعت یکم دولت فشار میاره به شرکت ها که کارمندهای شما نباید بالای 80 ساعت در ماه اضافه کاری کنن. این تنها محدودیت هستش، وگرنه حالا از خارجی یکم کمتر، ولی از ژاپنی ها انتظار میره که نه حتما اضافه کاری انجام بدن. سید جان تو چی نظری داری؟ من تقریبا همون ماجرایی که آقای آرش گفت، ولی خب یه سوال از کیوان دارم. من شنیدم که شما اگه مریض بشین اجازه ندارید مرخصی بگیرید، مثلا اگه سرماخوردگی عادی داشته باشید زشت مرخصی بگیرید براش برید خونه، این درسته؟ متاسفانه تا حدی درسته. اینجا مرخصی به نام مرخصی درمان نداریم، کلن در سال از 10 روز شروع میشه، شما 10 روز مرخصی پرداخت شده لا پید وکیشن دارید که از درمانتون هم باید از همین ها مصرف کنید. خیلی مرسومه که کسی مریض باشه بیاد سر کار. در زمستون افراد زیادی رو با ماسک در حال کار میبینید. باز میگم خیلی تیم به تیم و حالا نشنالیتی به نشنالیتی فرق میکنه. از خارجی ها اون انتظار نمیره بگید حالم بده نمیتونم کار کنم، خیلی مرسومه که اوکی کار نکن. ولی برای خود ژاپنیا خیلی این استاندارد سخت‌تر هستش. مرسی. سید فکر کنم این سوال رو تو جواب بدی با 3 سال سابقه
و اقدام برای جاب سیکر توی آلمان با مدرک زبان B1 شانس داریم یا نه؟ خلاصه بگم جاب سیکر صفش الان بالای 1.5 سال، یعنی شما به محض اینکه ثبت نام میکنید تو سفارت با اولین صحبتتون با سفارت 1.5 سال زمان طول میکشه. به نظر من وقتتون رو تلف نکنید. اگر تو حوزه کاری ما هستید، حوزه کاری دیگر نمیدونم، اگر تو حوزه کاری ما هستید روی کارتون متمرکز بشین و کم کم شروع کنید به صورت دنبال این باشید که بتونید یه جاب آفر بگیرید و با جاب آفر برید. جاب سیکری هم هزینه ها وحشتناک، کل 3 ماه رو باید خودتون هزینه بدید و زمان زیادی رو باید پشت نوبت باشید و البته خیلی مدارک زیادی میخواد که حالا لیستش دوستان هست میتونن برای خودشون ببینن. من فکر میکنم اسد یه چیزی شد، ادامه بدیم خودمون حالا تا اسد برگرده. آرش آقا شما خودت بعدی رو بگو لطفا. خب بعدی خیلی از ما فکر میکنیم که شرکت‌های خارجی عجیب غریب حرفه‌ای عمل میکنن و ما ایرانی ها شاید شانس کمتری داشته باشیم، درسته؟ صدا خوب اومد؟ بله. خب من این اصلا اینطوری نیست، البته بذارید دو بخشش بکنم. بخش فنی اصلا اینطوری نیست، چون ما برنامه ایرانی ها به نظرم برنامه نویس های خیلی خوبی هستیم یا تقریبا توی لولیم با برنامه نویس های خارجی. شاید مثلا چیزهایی هست که ازشون یاد میگیرید، مثلا بلاگ های خارجی رو میخونید میرید اه چه حرکت جالبی زده، چه کار جالب کرده، میرید یاد میگیرید انجام بدید. اینجوری نیست که بگید اصلا من اصلا مخیلم نبود که همچین کاری میشه کرد. یا مثلا یه کتاب خوب میخونید یا یه تاتوریال خوب میرید یا مثلا یه کنفرانس خوب نگاه میکنید، تو همون لول تفاوت کار فنی وجود داره. چیزی که تفاوتش محسوس بود از روز اول برای من بحث مدیریت شرکته. مدیریت کار خیلی متفاوته، برخورد با آدم ها متفاوته. اون خیلی خیلی به چشمم میاد که چقدر جالب اصلا شرکت داره کار میکنه، چقدر شفافیت وجود داره، چقدر مدیرها دارن جالب کار میکنن. این نبود که مثلا نشستم فقط دست مثلا برنامه‌نویس فقط دستم بود، دیدم گفتم آقا من اصلا چطوری اصلا هیچی بلد نیستم. اون کارش خوب بود توی سر چیزا، من توی سر چیزا از هم یاد گرفتم و پیشرفت کردم، ولی بحث مدیریتی، بحث فرهنگی کار بود که واقعا متفاوت بود و به نظرم تفاوت عمده شرکت‌های ایرانی و خارجی. میکروفون رو پاس میدم به خودت. آرش صدات خوب میاد ولی فریم ویدیوت میشه گفته حدود 10 فریم در ثانیه شده. نمیدونم چیکار کیک کندی. فکر میکنم از شاید مثلا داغ شده پروسسور بوده پایین یا همچین چیزایی. خب تیم بعدی نفر بعد. من چیز اضافه تری ندارم، تقریبا چیزایی که آرش گفت همش برای ما هم اینجا صدق میکنه و زیاد متفاوت نیست. فکر کنم کیوان بگه بهتر. تقریبا باز همون که آرش گفت، حالا برنامه سیرانی خیلی خوبن، شاید اعتماد به نفس کمی داشته باشن، ولی یه چیزی که خیلی مهمه این که براینده یک نفر اصلا مهم نیست. اینو میتونم بگم عمل کرده خوب یک نفر به چشم میاد، دیده میشه و روی تیم میتونه تاثیر داشته باشه، ولی در نهایت عمل کرده تیمه که اولویت بالاتری داره. هم شاید واقعا هیچ تفاوت دیگه ای نباشه. خب بریم سال بعدی. آره ببخشید من یه لحظه قطع شدم. پرسیدن که رنج حقوقی توی سوئد چقدره، چقدر باید بگیم وقتی از همون میپرسن؟ یعنی تو درخواست ننوشتم. من پیشنهاد میکنم کسایی که فکر کنم چند تا سوال راجع به حقوق اینا پرسیده شده بود، کلا پیشنهاد میکنم کسی که راجع به حقوق سوال داره که آقا شما چقدر در میارید، بره گلاسدور، توی سایت glassdoor.com اصلا بزنه سافتور انجینیر، توی اسپاتیفای رنج حقوقی بهتون میده، سافتور انجینیر توی سوئد رنج حقوقی بهتون میده. یعنی ما حدود حقوق همه ماها رو میتونید در بیارید که نسبتاً چقدر دارید میگیرید تو همون بازه. بعد دیگه من اصلا اینجوری بذارید بهتون بگم، من وقتی که داشتم صحبت میکردم سر قرارداد خودم اصلا خیلی تو باغ نبودم که چقدر باید بگم. خود HR به من ریفر داد، گفت آقا برو اینجا رو نگاه کن، چون مثلا رقمی که گفته بودم خیلی پایین بود، نمیدونستم چقدر باید بگم. بعد اینو از این طرف خوندم و یه پیشنهاد که آقا من اینقدر فکر بکنم بگیرم خوبه. خب سوال بعدی اینه که داشتن کارت پایان خدمت برای مهاجرت الزامیه؟ سید تو میخوای جواب بدی؟
مسلمان اگه مسلمان بخوان از کشور خارج آره بشید الزامیه. مشخصه اینا. حالا گفتن که ممکنه مثلا حالا کسی بعد از تحصیل یا اینکه نمیدونم، شاید هم حالا ذهنیتش همچین چیزی بوده باشه. سوال بعدی این که راه اقدام برای پیدا کردن جاب توی سوئد چی هستش؟ مثل اپای گلاستور اینجور چیزا چی ها رو ساجست میدی تو؟ لینکدین، گلاستور، استک اوورفلو، فکر میکنم اینا سه تا اصلی هاش. آرش میشه یه بار دیسکانکشی بعد به تو دوباره بیام ویدیو، فقط حواست باشه اینتراب نشه ویدیو که داری رکورد میکنی. باش باش.